با سلام درود احترام خدمت هموطنان در سراسر ایران و دنیا، تبریک سال میلادی جدید. الان ما وارد 2024 شدیم، یه ساعت 12:30 شبه، نیم ساعته و کشور استرالیا قدم وارد شدن و کشور آمریکا بعد. ولی خب اصلا آتش بازی سال قبل خیلی ضعیف بود، این نشان دهنده این است که بازار راکت هست، ولی خب سال منتظر نمیشه که بازار خوب باشه و شو کارش انجام. سال جدید اومد، امسال سال آینده که سال شروع شده بهترین سال تاریخ زندگی تک تک شما باشه و داره به اون طرف میره. اینو بهتون بگم بدون استثنا داره میره. راجب این آقای سرداری که آقای موسوی، سردار رضی موسوی که کشته شد، به درک واصل شد، یه مقدار راجب اینو توضیح بتونم. من این اطلاعات راجب خیلی زیاد دارم، از قبلم داشتم. اینا یه عده بودن با خود آقای سلیمانی جنایتکار، اینا حدود 167 تا 200 تا دخترای بین سن 16 سال و بعد به کمترتر تا 21 سال چیکار میکردن؟ استخدام میکردن به عنوان درجه‌دار ایران، پاسدار ایرانی. حقوق بهشون میدادن بین 1500 تا 2000 حقوق بهشون میدادن و بعد 21 سال بازنشستشون میکردن راحت و عجیب ملت ایران خرج میکردن و خرج میکنن، هنوز هم میکنن. یعنی پوله که سلیمانی برده تو سوریه اونجا دست اینا سپرده، حالا حالا تموم نمیشه. و جالبتر این که 37 سال این آقای را نیامده بود، همه با سید رضی را نیامده بود. خوش میزنید بشون بله میگم اونجا تو زینب خود جا درست کرده بود، پناه درست کرده بود، جارت رو زیده بود. خلاصه آخر آقاد پسلا اینجوری هست دیگه. و با همون خانم که همراهش عکسش هست، با همون خانم کشه شد و در این وضع خیلی زنندگی. اینا یه تعدادی هستند، خود سلیمانی سردسته اینها بود و اینها عشق عالم آدم با پول دوزی از ایران میکردن، ولی آخر عاقبتشون اینه و آبروشون اصلا مهمتر آبروش خانواده هاشون میرفته و میره و خواهد رفت. یعنی این عکس ها و فیلم هایی که میره بعد تازه آتیش موقع شروع میشه. 37 سال در سوریه بمانید به عنوان پشتیبانی و به عنوان تدارکات کار بکنی، از ایران حقوق بگیری، به زمانش حقوق بدن و بیمه و حرف استفاده بکنی، 37 سال ایران نری، بی خود تا آخر بخون چی هستی. من بارها گفتم اینو، تو اونجا زن متعدد دارن، سیره متعدد دارن، کار زیادی میکنن، فقط سرش گرم شکم و زیر شکم هست، شک دقیقه نکنید و آخر باشه میبینید و از اینا حرفا در خواهد اومد. بقولی که بچه پیشنا کار میکنه با اینا بود، پول خورد اینا همش 50 دلاری هست، 50 کمتری ندارن و 100 دلاری رو همینجا این برگه چوگانداری برای پخش میکنه. اما آمریکا داره کاری میکنه که البته بهتون بگم بایدن ناچار است که وارد این قضیه بشود. نمیخوام اول سال نه خبر بدم، ولی خب خبرش هست دیگه. بایدن هر کاری کرد که بتونه. البته بهتون بگم اینا 5 ابر ذلت بودن که اینا اومدن و سالن دست خوشی گرفتن بعد از جنگ جهانی دوم، حق به تو داشتن. الان این 5 ابر ذلت به جای رسیدن که خودشون در اوج ورشکستگی هستن، چون سیاست غلطشون، سیاست اشتباهشون، سیاست انحصار طلبیشون، سیاست اجحاف در حق کشورها و آدم خوب، حالا به جای رسیدن که خودشون کفکشون تهدید خورده، دروغ‌های زیادی ملت ها گفتن، بورس همه رو جیب همه رو زدن، خیلی کارا کردن، الان به جای رسیدن که دارن مجبورن همدیگه رو تیکه پاره بکنن، در هیچ شکی نیست. دو جنگ اوکراین شروع کردن، سه سر مردم گرم کنن، اما دنیای مجازی و امثال هم باعث شد که خیلی ها وارد قصه نشن و شرکت نکنن، خیلی از سواد روسی فرار کردن، تحصیل شد از این حرفا. الان آمریکا به خاطر یک بلبشه دنیا را بندازه، فیلش را هندوستان کرده، میخواد بیاد مستقیم با روسی وارد جنگ بشه، یعنی جنگ جهانی سوم، هیچ فرقی نمیکنه. اما کور خوندن، همشو کور خوندن، چون اینجا دیگه اون نیروها همراهی نمیکنند، دست اینا رو شده، پایین بالا اینا رو ملت دیدن، ملت ها دیدن، سربازها دیدن، ایران همه دیدن، دیگه میفهمن بایده که نگاه میکنن بلاحت و حماقت و خریت از سر و روش میباره، دیگه هیچ شکی نیست، افکارش هم همینه، رفتارش هم همینه، این اونم فرقی نمیکنه، همشون سگ زرد بردار شغاله. ولی الان میخواد این کارو بکنه که تو دنیا مردم بترسونه، ولی مردم ترم براش خورد نمیکنن، پینم بارش نمیکنن. چرا؟ چون میفهمن که این سرگرمی ملت است و این خیلی خوبه.
و این اون چیزی که باید به اینجا برسیم. دیگه ملت ها خودشون خوش تصمیم میگیرن. وقتی من گفتم سازمان و سازمان دوباره 5 تا کشور بودن، حالا 5 تا کشور دیگه نمیتونن، دیگه به جای رسیدن که باید سر هم دیگه بتراشن، باید خلاصه جیب هم دیگه خالی کنن، باید به جون هم دیگه بیفتن و و و و بایدن شاید آمریکا شاید که چیز مزار نتیجه نیروها چی جواب میدن، شاید آمریکا مستقیم وارد جنگ اوکراین شود. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد در صورت موفق شدن کرملین در جنگ با اوکراین، خطر کشیده شدن واشنگتن به جنگ مستقیم با مسکو وجود خواهد داشت. به گزارش ایسنا، این بیان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پی موج حملات گسترده هوای روسیه در روز جمعه در سراسر اوکراین منتشر شده است. مقام های نیروی هوایی اوکراین از استفاده روسیه از حدود 110 موشک برای حمله به مناطق مختلف این کشور خبر داده است. جو بایدن در بیانیه مدعی شد روسیه شبانه دست به بزرگ حمله هوایی که تاکنون از زمان شروع جنگ علیه اوکراین انجام داد زد. این اتفاق یک تذکر فلان خلاصه در کل دارم میرم اونجایی که باید برن و و و و مصاحبه لاوروف و چشمک روسیه به غرب، غزه قربانی معامله بر سر اوکراین میشود. ببینید دوستان، الان یارکشی که دارن میکنن اینها اینجوری است، خیلی ساده است، فکر کنم خیلی پیشه، نه خیلی ساده است. الان روسیه مجبوره که با غرب کنار بیاد علیه آمریکا، چون آمریکا در از غرب ذلیل و خوار کرد، به خصوص با هماهنگی و همکاری انگلیس این اتفاق افتاد و این کار ها. روسیه میره با غرب کنار بیاد که آقا جان آمریکا داره میاد، بیاین این کاری که ما با هم یک دست یک کاسه بشیم و باز جنگی بشود که تلفاتش سر به فلک بزند، باز دوباره برگردن سر خط اول، برگردن به سیستم کارخونهشون و اتفاقات بیفته. میمونه وسط چین و هند، و خدمت شما عرض کنم که چین و هندی وسط میمونن که اینا چیکار میخوان بکنن چیکار نمیخوان بکنن. هند که عدد دعوا مرافع نیست، میمونه چین. چینم ارزی کارا نداره و ژاپن دیگه تصمیم گیرنده است که چیکار بکنه چیکار نکنه. البته اقتصاد ژاپن هم به هم ریخته است، ولی هنوز اونقدرها مشهود نیست. این قصه این است که اینا الان مجبورن رو به جنگ جهانی سوم بیارن، در هیچ شکی نیست که سر مردم چند سال گرم کنن، باز مردم به فقر و فلاکت و قحطی و اینا بیفتن و باز دوباره دچار فراموشی تاریخی بشن. اما اینو بهتون بگم که هر کاری که بکنند، هر فنی بزنن، هر کلکی بزنن، هر جنگ بزنن، ایرانی وسط مسئول خواهد موند. علت زیادی داره که من سر فرصت بهتون خواهم گفت. اما داخل حکومت خدمتتون عرض کنم که من که واسه با شما صحبت، من با تمام بیشتر اینا در ارتباط هستم، یعنی اسم نمیارم، با همشون در سازمان‌های بزرگ کشور دارم میگم بهتون که اونا همه هم متفق بودن با من که هر لحظه امکان سقوط حکومت هست. وقتی رئیسی میره یک شهر کوچیک اشتهار اونجا میره 500 تا محافظ با خودش میبره، یعنی دیگه خود تا آخر خط بخونید. همشون بریدن، همشون دستشون خالی شده، همشون پشتوانه مالی ندارن، چین هم پولاشون چاپ نمی کنه و هر چی هست. کم کم اون رکودی که گفتم داره بزرگ میشه، رکود جایی میرسه که تمام بازار راکت خواهد شد و این یعنی که حکومت باید بره دیگه، برم نیست، خود به خود ساقط میشه، یعنی از هم میپاشه، یه دفعه از هم دیگه میپاشه، چه خامنه چه بقیه فرق نمی کنه. همشون میبینن عراجی فیدار میگن چی میگن، مثلا حوثی ها با ارتباطی نداره، فاطمه اعتماد نداره، حشاشه اعتماد نداره، چه اعتماد نداره؟ اونا اصلا طلبکارن، ولتون نمی‌کنن. ولی آمریکا داره تلاش میکنه که الان قیمت حمل کالا از باولمندب دو برابر شده. این تو کی میره؟ شاید کشورایی دارن. تو کی میره؟ تو کسی میره که اینها بیمه میکنن. تو کی میره؟ کسی سوخت بخوام بدن. و اینا رو بهتون میگم که ولی به هیچ جایی نمیرسن. شک در قصه نکنید. چون اصل بازار است که اصل بازاری خراب شده است، توان خرید دو برابر شدن ندارن. شما از خودتون سر از دیگه بتراشید ولی به جایی نخواهید رسید. گزارش سال 2023 میلادی در دو نهاد در مورد ایران، قوه قضاییه در صدر ناقضین حقوق بشر است. شکی نیست قوه قضاییه که نیست، قوه خامنه‌ای دجال بی‌شرف‌تر آدم کره زمین هست، متوهم و آدم روانی
دو نهاد حقوق بشر دادگستر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش نقض حقوق بشر در ایران در دوره یک ساله از اول ژانویه تا 20 دسامبر سال جاری میلادی اعلام کرد که بر اساس مستندات گردآوری شده نهاد رهبر جمهوری اسلامی در به طور مستقیم در دست کم 428 مورد نقض حقوق بشر دست داشته است. آمارتون خوبه، ارزتون ناچیزه، لیاقت ندارید، توان ندارید، آمارتون خوبه. کاهش 60 درصدی تولید زعفران در ایران. 60 درصد تولید زعفران بوده پایین بخاطر آب و هوا، بخاطر بسات جوی و امثالمون. دوستان هم که می‌نویسن نه حال آدم به هم می‌خوره، فلان نیست. اومدن چیکار کردم؟ ابرا رد داشتن. خفه شید. حرفی بلد نزنید. لال شید. به شمول خودتون توی نکن لاغت. نه خیر. طبیعت با کشوری که مردش به خودش رحم نکنه رحم نخواهد کرد. نزول بخورید، بهره بگیرید، ربا بگیرید، فکر کنید رحم نمی‌کنه. چقدر پول خرج کردید دادید ابر رو بارور کرد تو افغانستان و پاکستان بارید؟ نمیباره، ابر هم نمیباره. ولی اینو دیگه ترامپ و اینو نمیدونم چی اسمش کسافت جمع کنید کاس کسافت دارید. یک من نمیفهمم که میخوام آدم بشه شما، ولی شما هم همچی تو بشون میخورید، چنان میخورید که از وقت دو نصف خواهید شد. خفه شید لال شید. هارپ گوشن هارپ گوشن هارپ گوشن چیه؟ تو میدونی هارپ چی هستن؟ بیشه بیش شعور بی سواد؟ هارپ میفهمید چیه؟ بیش سواد بیش بیش نه احمق نفهم؟ میدونی قدرت مهدی هارپ چقدر هست؟ نکنید، بکنید، جونتون در بیاد. پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی آخوندی: دو سوم فقرا توانه خروج از جامعه فقیر را ندارند. زهرا کاویانی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس تو چهارشنبه ششم دی ماه در نشست اقتصادی در تهران گفت که نرخ فقر کشوری در سال 1401 به بیش از 30 درصد رسید و مجموع تعداد فقرا نزدیک به 6 میلیون تن هستند و انقلاب اینها انقلابی خواهد بود که هفت پشت شما رو از قبل میکنم بیرون و اون کاری باید باشون میکنم خواهند کرد. سناتور آمریکایی خواستار حملات طرف جیون در ایران شد. پایگاه سپاه را منفجر کنید. ساعت خواب. خب من چند تا خبر دیگه هم دارم تو این رو بخونم براتون. شش ستیزجوی نیابتی جمهوری اسلامی در حملات هوایی در مرز سوریه و عراق کشته شدند. کاروانی می‌رفت بیشتر جواب کشته شدند. الان نمایش شش نفر بیشتر جواب هستند. تحقیق و تفحص در بنبست. ورود به اوقاف نیازمند اذن خامنه است. باری کلا به خامنه‌ای، باری کلا به تو. یه اذنشون بدن ملتی گوشش ناپیدا. نمی‌ذارن تحقیق تفحص در اوقاف کنند. و اون کسایی که این وقف کردن چوب میخورند. الان 100 سال مرده باشن غلط کردن این کارو کردن. میفهمن پول کجا خرج میشه؟ میگن کسی که ارث از خودش به جا میذاره تو حال داره. یا بچه‌هاش داره درست خرج میکنن، داره نادرست خرج میکنن. داره درست خرج کردن، داره درست خرج کردن سودش به سود یعنی اون ثوابش هم به نفع خود اون فرده. اگر داره غلط خرج کنه چون تو گذاشتی چوبشو تو میخوری. خب من خودم خداحافظی میکنم. دوست دارم خبر خوب بدم که خبر خوب این است که حکومت داخل هر لحظه که باشه اصلاح امکان پشتش هست، چون دیگه هیچ توانی ندارن. خالی بندیش توجه نکنید، اون موضوع خالی کشور توجه نکنید. ما میدونیم که ما میدونیم کجا هستیم، حکومت کجا هست، به هیچ شکی نیست. سال نو میاد دوباره به شما مبارک باشه و من مطمئنم که همین روزا خبر خیلی خوبی خواهید شنید. خمینی دستور داده بود به عده که نگذارید ایران زن رئیس جمهور بشه، نگذارید. در دولت آینده نماینده مجلس امیدوارم بالغ و 50 زن باشن و خیلی از پست‌ها از زن‌ها باشه. ایام بکام روزگار خوش.